نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با حضور بیاتا شیدلو نخست وزیر لهستان تحولات چند ماه اخیر در این کشور را بررسی کردند. تصمیمات دولت جدید لهستان روابط میان ورشو و نهادهای اروپایی را پرتنش کرده. واکنش نخست وزیر لهستان به انتقادهای مقامهای اروپایی. بعضی وقتها صحبت‌های آزاردهنده، غیرمنصفانه و نادرستی را درباره لهستان و دولت این کشور می‌شنویم. این حرف‌ها یا از بی‌اطلاعی است یا از نیت بد برخی افراد سرچشمه می‌گیرد. ربکا هارمس، نماینده آلمانی پارلمان، در پاسخ به نخست وزیر لهستان گفت: این یک تصمیم شخصی نیست. دولتی که اکثریت را دارد دیگر هیچ تعاملی با اپوزیسیون ندارد و راه خود را می رود. تصمیماتی را که باید در روز گرفته شود در تاریکی شب می گیرند. Haben Sie bestimmte Entscheidungen getroffen, die man normalerweise länger diskutiert? دولت لهستان از سوی دیگر نظر شورای اروپا را درباره تصمیمات خود جویا شده. دانیل هولت، سخنگوی این نهاد، اظهار داشت: معمولا کشورها با ما وارد گفتگو می شوند و اگر ما پیشنهادی برای تغییر قوانین بدهیم، دولت ها آن را می پذیرند. دولت محافظه‌کار لهستان دست به تغییراتی در ساختار دیوان عالی این کشور و همچنین در مدیریت رسانه‌های دولتی زده است.